خب فعلا تیم تراکتور صدرنشین جدول گروه است. بسیاری ها چنین نظر دارند که مدعی است برای با پلی آف رفتند. امروز بازی برای شما چگونه سپری شد و آیا واقعا هم تراکتور میتواند تا با دورهای بعدی رود؟ به نام خدا، اولی که خدا رو شکر میکنم تونستیم سه امتیاز این بازی رو بگیریم. تبریک میگم به همه هواداری خوب تراکتور در همه جای دنیا. امیدوارم این روندمون رو ادامه بدیم. قطعا هدفهای بزرگی داریم با تیم خوب تراکتور، امیدوارم بهشون برسیم. امروز هم بازی رو خیلی خوب آنالیز کرده بودیم. نیمه اول بجز یه سری از دقایق با کوتاه بازی خوب که خوب نبودیم، به نظرم تو همه دقایق مسلط بودیم و تونستیم خدا رو شکر عملکرد خوبی از خودمون به جا بذاریم. امیدوارم تو ادامه بازی هم همین عملکرد رو ادامه بدیم و انشالله یه اتفاق بزرگ رو برای تراکتور رقم بزنیم. خب این بازی باید در تهران برگزار میشد اما در دوشنبه صورت گرفت. این تا یک اندازه مشکل نبود روش؟ نه، به هر حال اتفاقی بود که افتاد. ما به هر حال سعیمون رو کردیم تمرکز کنیم روی این بازی و خدا رو شکر تونستیم بازی رو با این نتیجه خوب ببریم. امیدوارم بازی برگشت و همچنین بازی در ادامه بازی وکرم بتونیم با برد پشت سر بذاریم، چون به هر حال این شخصیت بزرگی که تراکتور کسب کرده و امیدوارم که بهش برسیم. خب موقعی پرقوت تیمی روشن کدام بود که شما آنالیز کرده بود و برای شما بسیار خفنود؟ به هر حال میگم کادر فنی خیلی خوب این تیم رو آنالیز کرد. درست بازی زیادی از این تیم ندیدیم ولی همون بازیایی که دیدیم بازی با وکره خیلی خوب میتونستیم آنالیزشون کنیم و به نظرم خیلی خوب از نقاط ضعفش استفاده کردیم. میتونستیم گلای بیشتری بزنیم ولی خب متاسفانه توپمون به گل تبدیل نشد. در بازی بعدی موفقیت. سلامت باشید.